هیچ کس برای این منزل رو نزده. من فیلم ازتون میگیرم. اینجا وضعیت شما چیه؟ چجوریه؟ وضعیتش وخیمه. بگن این حکومت مثلا اسلام و مسلمانه. من این فیلم رو میگیرم چون این محرمیت بچه هاست. بچه ها اعصاب روانن. کجاها تو شکنجه کردن؟ همین بیمارستانه هست. من خودم بعد از 11 سال برگشتم از عراق با 4 تا مریض که نه فکر بکنم حالا معامله‌ای که با ما میشه صدام حسین با اسیرای خودش نکرد. هیچ موقع با جنایتکارای جنگی هم همچین معامله‌ای نمی کنن. اینا 2 تا از برادرای منو پیر کردن. حدود 20 سال ما از این رنگ زندگی ندیدیم. از زمان جنگ را شهرمون تخریب کردن ما به اینجا رسیدیم اصلا رنگ خوشی زندگی را ندیدیم. یه مسئله زدن در بالای جنگ نمیدونم میگم نقل شیرینی اینا پخش نمیکنم یه جنگ هم. کسی که ما که الان این بار انقلاب رو به دوش کشیدیم با اثر جورش هم تا آخر بکشیم. اینا روزانه 70-80 تا فرس میکنن. شما اون واقعیت رو بیان بکنیم. اینا میگی؟ مال خدا؟ اینه. اینا هم ببین. یک مال قرص کارگاه مذهبین هست بعد چیز هم فنوار بیدام فنوار بیدام. آه میخوایی فیلم بگیری؟ برادرم رو بزنی که من فیلم از منظر بگیری. زمانی که ترکش خودم کی هم از یه چاده به ما بگه آقای پر... آقای پدر مادر پیری که داری تو فیل نگین داداش میبخشی. دستور من اینه، حکم به من دادن، فرمان از طرف خدا به ما داد، گفتن عبدالرحمن احمد شما مأموری از طرف ما که این برادرت حد مراقبت خودمون قرار بدین. این یه واقعیتشه. کسی بیاد 10 سال تو سال شکنجه بیاد بعد برگرده ببینه یه اصطلاحات دیگه شروع شده. سال 61 که دچار موج انفجار به انفجار شدم این عملیات آخر بود. رفتم بسیجی بعد تو عملیات مرسان. حکومت ها قابل تغییر، رئیس جمهور عوض میشه، اصلا انسان میمیره، تغییرات میاد. وقتی که میان بهت میگن آقای، بعد میان فوش به اون حکومت‌های غرب میزنه، میگن نگاه اون موقع ببین تردس اینا اینا این سبد گله ایناشه. زمانی خودم برگشتم 40 مادرمان بود. یک ماه و نیم بعدش پدرمانم دار فانی و ودا گفت. چند سال عراق بودی؟ 9 سال. این علامت شوکه. کجا؟ تو عراق. تو مادی عراق. من شناختش خیلی مشکل بود، اصلا نمیدانست حرف بزنه.
این اخوی بزرگتر من علی اصغر پریسایی سال 59 اسیر شد و سال 62 آزاد شد. بعد عبدالمجید پریسایی سال 59 اسیر شد 2 هفته 59 و سال احیانا بعد از حدود 9 سال سال 68 برگشت. بعد حسین پریسایی که در سال 61 در اثر بمباران جنگنده های عراقی در کرندقر مجروح شد. بعد محمد پریسایی که سال 61 همراه با همین داداشمان حسین دوتایی در کرندقر زمانی که همراهی برادر دیگرمان احمد پریسایی ستایی به همراه پدر و مادرمان زمانی که زیر چادر بودن حاشیه کرندقر در اثر بمباران هواپیماهای جنگی عراق این دوتا موج انفجار گرفت و احمد هم از ناحیه صورت یعنی بینی و گوشه لب مجروح شد. البته این بچه ها همه جانباز 70% به بالای اعصاب روان هستند به جز احمد که ما دیگه دنبال جانبازی و صورت سانه و این مسائل براش هم نرفتیم. میگه ای آدم ها چی میکنید؟ مگر میدانید چی این دنیا نمیمونید؟ حسین صحبت که بکنید؟ میگه خفتم از دست این زمانه بعد هیچ چیزایی قشکم بردن میگذاشتمش بذارمش بردن؟ نه چرا ارتباطش با خدا برقرار میشه. خب جبهه رفتن که خوبه. چی میشه آدم بره جبهه؟ ها؟ خب دیگه کسی جوابش بسر اینا اونا جواب اونا آن رو وقتی که ولی ایران هم همینطور چیزی نیست که مثلا آمریکا بی زودی مفتگه حمله آمریکا بپذیره. آمریکا هم اگر بیاد کاری بکنه من نداره، آمریکا بیاد، اسرائیل بیاد، عراق بیاد، هر که کاری بکنه ما یکی نداره. اونایی که ما رو این تو وضعی گذاشته خودشون برن دفاع بکنه از خودشون و اگرم مردم خودمان کشور خودمان نتونه این حق رو به من برگردونه من میرم ناچار هستم که از بیگانه ها کمک بگیرم.
اینا که اینطور دارن آزادانه بی‌پروا دروغ میگن، خلاف واقعیت رو دارن میگن، میخوان حتی از ذهن مردم هم مغشوش بکنن. اینا خدمتگزار جانبازن، خدمتگزار جامعه، خدمتگزار مردم هن، مملکت هن. این مسئله پور نیست، مسئله درمانه، مسئله جاست که انسان اینا راحت باشن. ما نه پاقو میخواه، همه مال خودتون یه جای بذاره که اینا در زنده آرامش باشن. بابا خارجی ها سگانشان هم درمان میکنن، ما که شما از اونجا تو هر بلنگو بوق و کرنای تبلیغاتی داد میزنی ارزش ها و ایثار ها و اینا، اولین کسانی هستین که داریم به دست خودتون تمام این ارزش ها رو نابود میکنین. من همون برادر شهید من تو عراق بود، یه روز دستش تمام بدنش تیکه پاره بود، دستش رو دوش من بود، رو اون پاسار نگاه میکردیم، رو کرد به من گفت که جمهوری اسلامی گوش شنوا نداره، اصلا نمیخواد به کسایی که در داخل جنگ در اثر جنگ آسیب دیدن توجهی نمیکنه. خانواده ای که در اثر جنگ متلاشی شده از بین رفته، اصلا مثلی که اصلا هیچ اتفاق نیفتاده. منم میگم واقعا، بس ما اینو در جواب اینا بگیم، متاسفانه ما اشتباه کردیم، به اسارت رفتیم برای دفاع از آب و خاک و حیثیت این کشور، یعنی شماها که حالا اینطور جواب ما رو میدین. واقعیتش همین.